عبیدالله بارکزی نماینده پیشین ولایت اوروزگان در مجلس نمایندگان افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. آقای بارکزی در تمام مصاحبه های خیش تاجک ها، هزاره ها و سایر اقوام را مهاجر خطاب میکرد و میگفت افغانستان مال پشتون هاست، دیگر اقوام اقلیت های قومی و مهاجرند. عبیدالله بارکزی نماینده پیشین ولایت اوروزگان در مجلس نمایندگان افغانستان ترور شد. عبیدالله بارکزی در سال 1338 در یک خانواده متدین و پرنفوذ اجتماعی متعلق به قبیله بارکزی ملیت پشتون در ولسوالی چوره ولایت اوروزگان متولد شدند. وی دوره ابتدایی و متوسط مکتب را در زادگاهش تکمیل نموده و بر علاوه دروس مکتب علوم دینی را نیز فرا گرفت. تحصیلات عالی خیش را در رشته حقوق و علوم سیاسی تا مقطع لیسانس در پانتون باختر موفقانه به اتمام رسانید. عبیدالله بارکزی یکی از اعضای برجسته حزب اسلامی افغانستان هستند که در سال 1361 به این حزب پیوست. آقای بارکزی نماینده ولایت اوروزگان در مجلس بود و دو سال پیش نیز پسر جوان او در یک حمله تروریستی در شهر کابل کشته شد. او از چهره‌های جنجالی در مجلس بود و در بحث‌های جنجالی قومی تباری بیشتر موضع‌گیری‌های تند داشت. عبیدالله بارکزی 25 فرزند دارد، فعلا در شهر کابل افغانستان زندگی می‌کند. در دوران جنگ‌های داخلی افغانستان 28 تن از اعضای فامیل و برادرانش را از دست داده است. آقای بارکزی تجربه تلخ از دست دادن پسر جوانش را بعد از سقوط طالبان در شهر قندهار نیز داراست. عبیدالله بارکزی یک از چهره های جنجالی قومی و طرفدار طالبان در پارلمان بود، اما ایشان در مصاحبه های تلویزیونی همیشه از طالبان طرفداری می نمود. قابل توجه است که اقوام با هم برادر افغانستان کلمات ایشان را فراموش نمی کند که اقلیت های قومی را مهاجر خطاب می کرد و افغانستان را مال یک قوم می دانست. پس خوب آن است که کرده های نیک بجا گذارد. دوستان محترم، شما در مورد جناب بارکزی چه فکر میکنید؟